بیننده های عزیز سلام به هر ساعت خبر از یک خوش آمدید بریتانیا تا سال 2017 میلادی سالانه به افغانستان مبلغ 178 میلیون دلار کمک خواهد کرد. وزیر ارشد دولت در امور خارجی بریتانیا در سفر به ولایت هلمند بر ادامه حمایت کشورش از افغانستان پس از سال 2014 تاکید کرده است. بارونس وارسی در دیدار با سربازان بریتانیایی در هلمند گفته است که کشورش افغانستان را پس از سال 2014 نیز تنها نخواهد گذاشت او همچنان گفته است که در این سفر او با برخی از مقامهای افغان در خصوص روند انتقال مسئولیتهای امنیتی گفتگوهای صلح انتخابات آینده و حقوق زنان بحث و تبادل نظر کرده است اما جزئیات این دیدارها فاش نشده است سران کشورهای فرانسه و بریتانیا در مورد تسریع روند گفتگوهای صلح با طالبان مسلح و مبارزه با توریسم با رئیس جمهور کرزی گفتگو کردند. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه می گوید دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز در تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی نقش پاکستان را در زمینه صلح در افغانستان مهم دانسته است. در همین حال فرانس و اولاند رئیس جمهور فرانسه در مورد توسعه روابط خود با کابل تاکید کرده است. ریچارد اولسن سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد میگوید که امریکا اشتباه اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه 80 میلادی در افغانستان را تکرار نمی کند و این کشور را تنها نخواهد گذاشت. او در نشست زیر نام خروج نظامیان امریکا و ناتو از افغانستان پس از سال 2014 میلادی در دانشگاه ملی زبانهای معاصر در اسلام آباد سخن می گفت. تاکید کرد که ایالات متحده امریکا قصد ندارد افغانستان را ترک کند. بریتانیا اعلام کرده است که 15 میلیون دلار آمریکایی را به هدف حمایت از پروژه های نفت و گاز افغانستان به دولت این کشور کمک می کند. ارزیابی های تازه که از سوی بانک جهانی صورت گرفته نشان می دهد که ارزش ذخایر منابع طبیعی افغانستان به بیش از آنچه که تخمین زده شده است می ارزش کلی معادن افغانستان بین یک تا سه هزار میلیارد دلار برآورد شده و عمدتا شامل طلا آهن مس لاجورد نفت و گاز است. این در حال است که افغانستان قراردادهای بزرگ در زمینه استخراج مس، آهن و نفت با کشورهای چین و هند امضا کرده است. با این حال شرکت های گفتند که برای ورود آنها به این عرصه در افغانستان هنوز هم دیر نشده است. ولسوال کهسان ولایت هرات در نتیجه یک رویداد ترافیکی جان باخت. محیدین نوری سخنگوی والی هرات به تلویزیون یک گفت احمد فرهان ولسوال کهسان این ولایت نوقت دیروز در نتیجه یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولسوالی جان باخت با گفته او در این رویداد یک نگهبان او نیز جان باخت است فرهان مبارز اخیرا در یک رقابت آزاد به عنوان ولسوال کهسان این ولایت معرفی شده بود و سلیمان ابو غیس سخنگوی القاعده و داماد اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده بازداشت و به امریکا انتقال داده شده است مقام های امریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که سلیمان ابو غیس در ترکیه بازداشت گردیده است به گفته مقام های امریکا سخنگوی القاعده قصد سفر به کویت را داشت که پیش از رسیدن به مقصد توسط سه پلیس ترکیه گرفتار شده است داماد 47 ساله کویتی تبار اسامه بن لادن پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به عنوان سخنگوی القاعده بر سر زبان افتاد او به انجام طرح و راه اندازی حملات حراس افغانی زیاد متهم است و قرار است در شهر نیویورک آمریکا محاکمه شود این بود خبرها تا این ساعت سپاسگزارم از همراهیتان